همه شما دوستای ارزشمندم، امیدوارم که حالتون عالی و امید توی زندگیتون جاری باشه. بالاخره من به درخواست یکی از شما عزیزان از کالیفرنیا به دانشگاه فردوسی اومدم. دانشگاه فردوسی دومین دانشگاه ایران در سطح بین‌المللی هستش. خود من دانشگاه تهران درس خوندم. امروز میخوام ببینم که حس و حال دانشگاه فردوسی نسبت به دانشگاه تهران چطوری هستش. بزنید با هم بریم که اولین دانشکده دانشکده ریاضی هست. شاید براتون جالب باشه که بعد این همه ویدیو به زبان انگلیسی چرا یهویی زدم تو کار زبان فارسی. به خاطر اینکه من یه نظرسنجی انجام دادم و توی اون تقریباً 88% نظرشون این بود که کارمو به زبان فارسی و با سابتایتل انگلیسی ادامه بدم. برای همین تصمیم گرفتم از این به بعد ویدیوهامو به زبان فارسی صحبت کنم و اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید بهونه خوبی بود برای اینکه یه حس و حال جدیدی به کانالم بدم. خب میبینید که دانشکده ریاضی در سال 1375 شمسی تأسیس شده. بریم با هم اگر اجازه بدن داخلش هم ببینیم. به خاطر اینکه من موقع ورود خیلی استرس داشتم، ولی از دانشجوها که پرسیدم گفتن که از درب خیابون باهنر به کارت گیر نمیدن و میتونی از اونجا وارد شی. امیدوارم که بذارن از اینجا ویدیو بگیرم، چون قبلا اینجا یه آزمونی داشتم، خیلی عکس دانشمندا و افتخار آفرینای دانشکده ریاضی رو زده بودن به در و دیوارش و خیلی خوشگل بود. این بوفه های دانشجویی هم که همه جا هست و خیلی باحاله، پاتوقای خوبی هن. یادش بخیر. دلم خواست دوباره دانشجو بشم. زمین چمنشونه. یه فرقی که دانشگاه فردوسی با دانشگاه تهران داره اینه که دانشگاه فردوسی خوابگاهش هم توی محوطه خود دانشگاه است و این خیلی شاید زمین خود دانشگاه رو بزرگتر کرده، اما دانشگاه تهران اینجوری بود که ما خوابگاهامون کلن توی خیابون کارگر شمالی تا انتهای امیرآباد کشیده شده بود که بهش میگن کوی دانشگاه، که ایرونی ها حتما میدونن. زمین چمنشون هم باحال بزرگه. والا من نمیدونم چرا یه دانشکده باید تعطیل باشه. رفتم دانشکده ریاضی بعد گفتن تعطیله و اجازه ورود ندادن، اما تو دانشگاه تهران طوری بود که ما هر ساعتی از شبانه روز میرفتیم دانشکده ها باز بود و حالا بچه ها داشتن ریسرچ میکردن، توی آزمایشگاه ها بودن. منظورم اینه که تو تایم های غیر ساعت کلاسی هم دانشگاه تهران همیشه باز بود. به همین دلیل بود که حالا خیلی از ماها که فقط پایان ناممون مونده بود با کارت دانشجویی میتونستیم تا ساعت 10 هم توی کتابخونه مرکزی باشیم و کارهای ریسرچمون رو انجام بدیم و حتما نیازی نبود که کلاس داشته باشیم تا وارد دانشکده بخوایم بشیم یا هر چیزی. به هر حال تا وقتی که کارت هم فعال بود یادم کتابخونه مرکزی همیشه برای امانت گرفتن و استفاده برام فعال بود. خب رسیدیم به دانشکده اقتصاد، دانشکده ادبیات که یه عزیزی از کالیفرنیا درخواست داده بودن.
فکر میکنم همین دوروبر باشه که انشالله اگر اجازه بدم بتونیم داخلش بریم و فیلم بگیریم. دانشکده اقتصاد هم اجازه فیلم برداری ندادن. حالا این ویدیو رو باهاتون شیر میکنم، اما اگر بتونم انشاءالله مجوز بگیرم، این کلاقه هم تایید کرد، انشاءالله بتونم بیام و از داخل دانشکده ها هم براتون ویدیو میذارم. امروز فعلا محبته رو از من داشته باشید. انصافا این خیابونشون خیلی خوشگل. اینجا رو ببینید چقدر خوشگله. من یه لحظه فکر کردم دچار اشتباه شدم و شاید من اشتباه میکنم که تو ایام غیر سال تحصیلی هم ما راحت میتونستیم بریم دانشگاه و دانشکده ها به ورود و خروجمون گیر نمیدادن، ولی الان یه آقای سر راه هم قرار گرفتن که ازشون پرسیدم چرا نمیذارم ویدیو بگیرم و شما دانشجوین آیا؟ که ایشون گفتن نه من از مدرسین هستم. بعد خیلی بد شد واقعا، ولی ایشون گفتن نه اشکالی نداره، حالا سوالاتو بپرس و اینا. بهشون گفتم چرا نمیذارم ویدیو بگیرم، بریم اینجا ببینیم چه باحاله، استخر داره. گفتن به خاطر اینکه هنوز کلاس شروع نشده و کلاس از 8 مه شروع میشه، ولی بازم من یه خورده نشستم فکر کردم ببینم که زمان ما چطوری بود که من اطلاعات اشتباه بهتون ندم. چقدر اینجا ماهی داره، اینجا باقیه واسه خودش ها. در هر صورت داشتم میگفتم ما اجازه داشتیم تو ایام غیر سال تحصیلی هم، خب میگم خیلی اونجا همایش و سمینارهای بین‌المللی اونا برگزار میشد، واقعا نمیشد که دانشکده ها تعطیل باشن، چون بالاخره بچه ها با اساتید خیلی کار داشتن، فقط که کلاس نبوده، خیلی از کتابخونه ها استفاده میکنن، نیاز داشتن که با هم گپ و گفت کنن. خیلی از دانشکده ها مثلا دوره همیای مربوط به رشته خودشون داشتم، واقعا اصلا به نظرم منطقی نیست که تا ساعت 2 مثلا یه دانشکده باز باشه، در صورتی که یه دانشجو از نظر حالا خود استاد که
کارمند همون دانشگاه محسوب میشه باید یه ریسرچر تمام وقت باشه. خب پس اصلا منطقی نیست به نظرم باید تو ایام غیر سال تحصیلی هم دانشکده ها کلا باز باشن، حتی من فکر کنم شبانه روزی باشن. مگه ما کتابخونه شبانه روزی نداریم؟ میتونیم دانشگاه یا دانشکده ها رو هم شبانه روزی کنیم؟ البته خب بحث هزینه ها و حقوق پرسنل به صورت شیفتی هم پیش میاد دیگه اینجا. ولی خب به هر حال از اون مدرس پرسیدم و خیلی خوش اخلاق بودن، به من گفتن که دانشکده ادبیات مسیرش خیلی دوره و باید زیاد پیاده روی کنی و من اشتباه میکردم، اونجا دانشکده ادبیات نبود. بریم که با هم ببینیم میتونیم پیداش کنیم و فقط از بیرونش فیلم بگیریم امروز یا نه. ولی باحال ها، برای کسایی که از شهرهای دیگه میان خیلی باحاله که خوابگاهشون هم داخل همون محیط و حس و حال دانشگاه باشه و چقدر هم فضای داخلش هواش تمیز و بزرگ و آدم احساس امنیت داره. من یادم خودمون سال اول که تهران قبول شدیم یکم حس غربت داشتیم وقتی از دانشکده و دانشگاه برمیگشتیم خوابگاه، ولی اینجوری انگار حس غم و غربت آدم کمتره. پردیس خوابگاه ها داخل پردیس دانشگاه باشه، با حال خوشم اومد. من قبلنا یه دوستی داشتم که از دوران دبیرستان با هم همکلاسی بودیم، بعد اینکه ما نقل مکان به مشهد کردیم ایشون دانشگاه فردوسی قبول شده بودن و ما اینجا همدیگر رو پیدا کردیم. اون موقع من یه روز اومدم یادم خوابگاهشون و حتی ناهارشو هم به من داد، جوجه کباب بود اون روز، ناهار دانشجویشون هم بد نبود، ولی بازم غذای خوابگاه و دانشگاه است دیگه. فانفارو میبینید؟ اینجا پارک ملته. خوب انگار داریم به جاهای خوبش میرسیم. ببینید اینم سردیس فردوسی بزرگه دیگه، ما به فردوسی مینازیم واقعا. خوشگله واقعا، چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. بلوار علوم نوشته که میره به سمت دانشکده های علوم پایه. یه گنبد اینجا میبینم به نظرم خیلی خوشگله، بریم با هم ببینیم.
واقعا محوطهشون خوشگله ها، خیلی بهش رسیدگی کردن انگار. چقدر ماشین های مدل بالا میاد و میره. اون پشت دانشکده علومه که احتمالاً رشته‌های فیزیک و علوم کامپیوتر و اینا رو دارن. شاید شما هم تعجب کنید که چرا انقدر دانشگاه خلوته یا محوطه خوابگاهاشون، به خاطر اینکه من پرسیدم، گفتن کلاس از 8 مهر شروع میشه و هنوز 3 مهر هست. نمیدونم چرا اثری از دانشکده ادبیات نیست. بعدم نشد، فکر میکنم کامل ترین تور دانشگاه فردوسی تو یوتیوب باشه. دیگه بفرمایید، دیگه تحویل بگیرید. ببینم چقدر لایک میکنید ها. البته اگه این تور رو من از دانشگاه تهران میذاشتم قطعا اطلاعات خیلی بهتری بهتون میدادم، چون دیگه من تو همه دانشکده ها چرخیده بودم و اطلاعات داشتم. وای، ولی خیلی محوطهشون خوشگله. وسوسه شدم برای دکترا بیام دانشگاه فردوسی. دو تا دانشجو دیدم. از یکی پرسیدم دانشکده ادبیات خیلی دوره، گفتش که آره هنوزم مونده. لطفاً همراه باشید. عجب مسجد خوشگلی.
فکر میکنم جذاب ترین دانشکده دانشکده بچه های هنر و معماری باشه. من چون خودم خیلی عاشق هنرم و هنر دوستم خیلی دوست داشتم اگر میشد برم داخلش رو ببینم. قشنگ باید داخل با ماشین بیاد، خیلی سخته اینطوری. خب امروز که نمیذارم ویدیو بگیریم از داخل دانشکده ها، فقط من بیرونشون رو میگیرم دیگه واسه تون. انشالله اگه تونستم مجوز بگیرم درخواست بدید که از چه دانشکده ای براتون کامل ویدیو تهیه کنم. ستوناش رو ببینید، بریم از نزدیک ستونا رو ببینیم. واقعا هم که بهش میخوره اینجا دانشکده معماری باشه. نمیدونم چه متریالی هستش، سیمانه چیه، اگه شما میدونید به هم بگید. دانشکده ادبیات خودتو به ما نشون بده. اونجا دوتا آدم میبینم، برم ازشون بپرسم دانشکده ادبیات کجاست. قشنگ ظرفیتشو داره که گم بشی. احساس کردم از اون چند نفری که پرسیدم چینی مینی بودن. خب ببینیم اینجا چه دانشکده ایه. بله، دانشکده دامپزشکی. عجب ساختمون داره، شما فقط ببینید. خدایی دانشگاه‌های دولتی ایران بوی اصالت نمیدن. این معماری، این قدمت، این حس، معلوم نیست چه افتخار آفرینایی از این دانشگاه ها الان تو تمام نقاط دنیا هستن. دانشمند شدن، پژوهشگر شدن، مخصوصا دانشگاه تهران و شریف و امیرکبیر و دانشگاه فردوسی و صنعتی تبریز و بوعلی همدان. و اگر دانشگاه
با افتخاری را جا انداختم، شما توی کامنت ها به هم بگید دانشجوی کدوم دانشگاه هستید، چه داخل ایران چه خارج ایران. کجا میره، اما روی نقشه زدم این سمت بالاخره میرسه به دانشکده ادبیات و روی نقشه گفتش که 5 دقیقه دیگه میرسی. دفعه دیگه بخوام بیام واقعا با ماشین میام. خیلی سخت بود. البته من که به پیاده روی و کلا ماها که کانال واکویت میداریم با پیاده روی حال میکنیم و بهش عادت داریم. بعد من دیگه به عشق شماها امروز این همه راه رفتم و اینکه خودم از فضای آکادمیک واقعا لذت میبرم. تو گوشم گفت به راست بپیچید، گوشم کر شد. چقدر این راننده با فرهنگ بود. یک کلمه نگفت. وای شما ببینید، فقط از اینجا من میتونستم این همه دور نزنم، اما واقعا دلم میخواست دانشکده شهرسازی و معماری رو ببینم. از اینجا میتونستیم به جای اینکه به چپ بریم به راست بریم. فکر میکنم دیگه همین باشه. بازم برو راست. گفت 800 متر دیگه بازم برید راست. واه اینجا رو ببینید دیگه، اینجا میخوره به بزرگراهای شهر دیگه. ببینید این ساختمونه چیه. آها اون بنده خدای فضای سبزیه گفتش که پشت فروشگاه میشه، احتمالاً این فروشگاه کارکنان و هیئت علمیه و دانشکده ادبیات جلوتر میشه. هنوزم اینم ویوی مسجدشون از یک زاویه دیگه. فکر میکنم رسیدیم دیگه.
نه، مثل اینکه هنوزم باید بریم. ببخشید دانشکده ادبیات کجاست؟ آها اینو باید میرفتم. باشه ممنونم. خب همینجا گفتم نقشه یه تیکی زد، یعنی رسیدید. باید این خیابونو میرفتیم. خداییش محل دانشکده ادبیات چرا اینقدر پرته؟ دانشگاه تهران دانشکده ادبیاتش جز اولین دانشکده هاییه که تأسیس شده در کنار عمران و حقوق و هنر و پزشکی، و دقیقاً لوکیشنش توی مرکز خود پردیس دانشگاه تهران هستش. حالا این نقشه همه ای تو گوش ما وینگ وینگ میکنه. بابا فهمیدیم دیگه. اینجا رو ببینید چقدر خوشگله. کسایی که نمیدونن من تو کار گل و گیاه هم هستم. حالا یه استارتاپ کوچیکی تو زمینه گل و گیاه داشتم، احتمالاً با اینجا کار داشته باشم. واقعاً دیگه تبدیل شد به یه مسیر اسرارآمیز. این نقشه چپ و راست میکنه خودشو. وا چرا نمیرسیم؟ اصلا از تنه درختاش گیر کردم. میخواستم بیفتم. اصلا از تنه درختاش میشه فهمید که اینجا چقدر قدمت داره. ببخشید دانشکده ادبیات جلوتره؟ این سمت. خیلی جالبه اینجا مهد کودک داره، احتمالا برای استادا و دانشجویان بین المللی هستش که بچه دارن و متأهلن. چقدر اینجا خوشگله.
میگن یه جنگلی رو تا انتها بری جاهای خوشگلش تازه شروع میشه ارزش داره، اینجا اینطوری شد. باقه واسه خودش دیگه، چی باقه؟ یعنی شما فکر کنید اون ساختمونم نبود، هنوز جلوتر. این فکر میکنم دانشگاه روانشناسی بود. آهان، اینم فروشگاه احتمالاً که گفتن پشت فروشگاه هستش. کاملا به راست بپیچید. بفرمایید، اینم کاملا به راست. من دیگه خیلی فکر کنم به راست پیچیدم، چون بالاخره پیداش کردم. اینم دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی. دیدیدین؟
اینم از بلاگ دانشگاه فردوسی، مخصوصا دانشگاه ادبیات. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم و خوشتون اومده باشه. اگه تا حالا عضو کانالم نشدین، لطفا کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارشم بزنین تا به محض اینکه ویدیو منتشر میکنم شما جز اولین نفرهایی باشید که از اون مطلع میشید. همچنین اگه دانشجو دانشگاه فردوسی بودید و یا اپلای کردید و الان دانشگاه های خارج از ایران درس میخونید، خوشحال میشم توی کامنت ها به هم بگید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. زاویه دیگه شب شد از بس راه رفتم. ماهو ببینید، وای چه حسی گرفتم، یه حس لذت همراه با دلتنگی های دوران خوابگاه. خداییش این بردشون نشون از نظم دانشگاه داره. البته اینو هم بگم، برای دانشگاهی مثل دانشگاه تهران که توی یه خیابون فوق‌العاده شلوغ و باریکی مثل امیرآباد و کارگر شمالی تأسیس شده، مخصوصا یعنی منظورم خوابگاهشه، واقعا نمیشه برنامه ریزی کرد. به خاطر اینکه تا اتوبوسا از چهارراه امیرآباد، خیابونی که به سمت جلال و اینا میره، رد میشدن، خودش داستانی بود. اصلا انقدر با مکافات ما وای میستادیم تا مثلا سرویس بیاد یا حتی اتوبوس مثلا شهری بیاد، انقدر دیر می اومدم و انقدر ترافیک بود تو مسیر که اصلا از اتوبوس و سرویس سوار شدن بیزار می شدی. خیلی وقتا ماها یا اسنپ می گرفتیم یا با تاکسی می رفتیم یا تا یه جای پیاده می رفتیم و از اون به بعدشو مثلا تاکسی می گرفتیم، چون اونجا بیمارستانای زیادی هستن و شاید یکی از نکاتی که خوابگاه داخل دانشگاه و داخل پردیس دانشگاه ساخته میشه همین باشه که توی زمان دانشجو خیلی صرفه‌جویی میشه. اینجا رو ببینید، پرنده ها چه قوقایی کردن، فصل مهاجرتشونه دیگه. اینجا میتونید ببینید چقدر جذاب. آخه خیلی قشنگه، واقعا من تا حالا همچین صحنه‌ای رو ندیده بودم. چه سر و صدایی هم میکنن عزیزم. محوطه خوابگاهشون هم نور پردازی کردن، خوشگله.
الانم که دیگه شب شده، من با سرویس های داخل دانشگاه اومدم دربی که نزدیک مسیرم باشه، رسیدم به دانشکده داروسازی. اینم دانشکده پیراپزشکیه. اینجا شباش چقدر واسه خوابگاهی ها جذابه. اونجا رو میبینید؟ این دقیقا پارک ملته. روبروی دانشگاه فردوسی پارک ملته. خرد، دانش، اینو نمیتونم بخونم. راستی، آها راستی. خرد، دانش، راستی. چه خوشگله. اینم درب شمالی دانشگاه فردوسی. اینجا اداره سازمان مرکزی شونه. خداییش خیلی دیزاین محوطشون خوشگله. این نشون از بودجه داره ها. کلن مشهد توی المان ها و دیزاین شهری هم انگار خیلی بودجه داره و خیلی قشنگن دیگه. همه المان های نوروزی و این چیزایی که میذارن خیلی قشنگ. ولی من فکر نمی کردم دانشگاه فردوسی اینقدر فضاش خوشگل باشه. قشنگ مشخصه که دیزاین شده. راستی اینجا رشته مهندسی فضای سبز رو هم داره ها. شاید یکی از دلایلش همین باشه. خیلی بهش رسیدگی شده. اینم درب شمالی خروجی دانشگاه فردوسی. اینم از بزرگراه وکیل‌آباد و مترو.